در حال بستن کمر باقر محقق، پسر محمد محقق، از رهبران قدرتمند هزاره و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان. پدر او در حدود 4 دهه گذشته نقش عمده‌ای در سیاست داشته. در 33 ولایت افغانستان یک گونه انتخابات برگزار. حالا فرزندش وارد میدان شده. میگوید در اصول و کلیات مشابه پدرش فکر میکند. پدری که درس خوانده مدارس دینی است، اما در اجرا و تطبیق نظریاتش متفاوت از پدر عمل میکند. خب یک سری مسائل قطعا بیشتر مسائل ایدئولوژیکی و مسائل فکری هست که تا جای نزدیکیم، اما شاید در قسمت اتخاذ بعض تصامیم متفاوت عمل بکنیم. جمال الدین حکمتیار، پدرش گلبدین حکمتیار، در 4 دهه گذشته علیه تمام دولت‌های افغانستان جنگیده. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان است، حزبی عمدتاً با هواداران پشتون. او بیش از 2 سال پیش اسلحه را به زمین گذاشت. حزب اسلامی و رهبرش و حالا پسرش وارد عرصه رقابت دیگری شده. در افکار، اندیشه ها، برنامه ها و اخلاقیات و اصول هیچ تفاوتی در میان من و پدرم وجود ندارد. اگر تفاوتی هم وجود دارد در طور تطبیقی برنامه ها شاید باشد. باتور دوستم، پسر جنرال عبدالرشید دوستم، تنها رهبر قدرتمند ازبک است. عبدالرشید دوستم در 40 سال گذشته با آنکه در بیشتر دولت‌ها صاحب قدرت بوده، اما با حاکمان این دولت‌ها نیز جنجال و کشمکش داشته. باتور دوستم با آنکه وعده داده بود، در نهایت اما حاضر نشد به سوال‌های بی بی سی پاسخ دهد. طه صادق در ولایتی نامزد شده که پدرش اسماعیل خان حدود 30 سال در آنجا به عنوان امیر حوزه غرب مشهور شده بود. پدر طه چند سالی است که از قدرت دور مانده. فرزندش اما خواهان قدرت دوباره مجاهدین است. شعار ما را اگر مطالعه کرده باشیم، ما میگیم هرات در فصل دوباره از اقتدار. مجاهدین ما او اقتداری که به برکت جهاد و مقاومت مردم افغانستان به هرات و حوزه غرب و افغانستان به خصوص آماده بود، ما میخواهیم او اقتدار را به دست بیاریم. مردم افغانستان به ویژه شهروندان کابل در زمان بحران جنگ‌های داخلی شاهد کشمکش و درگیری خونین رهبران جهادی بودند. حالا آنها رقابت متفاوت فرزندان این رهبران را در میدانی متفاوت شاهد هستند. خیلی ها خوش میشیم که چون نخبه های افغانستان بالاخره سرنوشت افغانستان به نسل جوان میفته. اگر رهبرا بچه هایشان هستن، همه ایشان جوان هستن. چون از پدرهای از اینا و از بزرگای از اینا خاطره خوش نداره مردم افغانستان، بنان و از کاندیدوری از اینا و از نمایندگی از اینا حمایت نمیکنیم. برای این پسرها پدرانشان تا اندازه‌ای بانک رأی هستند. پدرانی که از عملکردشان انتقادهای جدی مطرح است. علی حسینی، بی بی سی، کابل.